أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در آیه 190 از سوره مبارکه بقره بودیم. در جلسه گذشته بخشی از این آیه را بیان کردیم. در جلسه امروز بخش دیگر این آیه. آیه می‌فرماید: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. صدق الله العلی العظیم. در این آیه شریفه، در بخش دومش، خدا می‌فرماید که اگرچه ما جنگ را برای شما تشریع کردیم، شما جایز است با اینها جنگ بکنید، اما چون که جنگ شما در راه خداست، باید در چارچوب اراده خدای تبارک و تعالی باشد. جنگ را برای شما تشریع کردیم تا این که تعدی اونها رو، تجاوز اونها رو شما برطرف بکنید، تا این که حکم خدا رو در زمین برقرار بکنید. به عبارت دیگر هدف وسیله رو توجیه نمی کند. شما یک هدف پاکی دارید، نمی توانید از راه ناپاک به اون هدف پاک برسید، باید راهتون هم پاک باشد. ولذا در حدیث شریف هست: لا یطاع الله من حیث یعصا. شما نمی توانید از راه معصیت خدا به طاعت خدا برسید. لذا اون شخص معروف هست که در زمان حضرت صادق سلام الله علیه دزدی می کرد، بعد اون چیزهایی را که دزدی کرده بود صدقه می داد. می گفت صدقه دادن در راه خدا کار بسیار خوبی است و کار خوب ثوابش 10 برابره. خب دزدی 1 سیئه است، صدقه دادن 10 حسنه هست. خب 1 سیئه مقابل 1 سیئه، 9 تا حسنه دیگر هم در جیب ما هست. که حضرت صادق سلام الله علیه جوابش دادن: تو انار را دزدیدی، نان را دزدیدی، این 4 گناه مرتکب شدی. بعد این چیزی که مال اون نانوا بود، مال اون انار فروش بود، این را به یک کس دیگری دادی بدون اجازه صاحبش، این 4 گناه دیگر هست. هیچ ثوابی هم برای تو نیست، چون که خدا می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین. خدا از متقین قبول می‌کنه. تو پرهیزکار نبودی، دزد بودی، از دزد خدا قبول نمی‌کنه، اونم اموال دزدی را در راه خدا بخواد بده. راه طاعت خدا باید اون راه طاعت خدا باشد، یا لااقل مباح باشد. اما اگر حرام باشد، هیچگاه به طاعت خدا انسان را نمی رساند. شما اگر در سیره حضرت امیر سلام الله علیه دقت بکنید، حضرت امیر می توانستند بسیار راحت به مقصود اصلی مردم که حکومت داری باشه برسن و تمام کسانی که مخالف بودن را می توانستن از سر راه بردارند. حالا یک کسی بیاد بگه حکومت امام معصوم این خیلی هدف مهمی هست، پس به هر وسیله‌ای باید به این هدف رسید. اما حضرت امیر سلام الله علیه می گفتن این هدف حکومت امام معصوم، این یک هدفی است که خدای تبارک و تعالی در چارچوب طاعت خودش قرار داده. نمیشه به این هدف از راه معصیت رسید. ما بیاییم گناه بکنیم تا به این هدف بزرگ برسیم. در نهج البلاغه، در یکی از خطبه های حضرت امیر سلام الله علیه، بعضی از مردم اشکال گرفته بودن به حضرت. گفتن حضرت امیر آدم خوبی است، علی ابن ابی طالب آدم خوبی است، اما جنگ بلد نیست. اینجوری تصور میکردن. حضرت امیر میفرماید لله ابوهم،
چه کسی از من آشناتر به جنگ هست؟ من هنوز 20 سالم نبود، در جنگ بودم، الان که نزدیک به 60 سال یا بیشتر از 60 سال هستم. 40 سال در جنگ بودم، بلد هستم. ولیکن من برای اصلاح شما خودم رو فاسد نمی کنم. یا بعضی ها می گفتن که حضرت امیر بلد نیست، لا علم له بالحرب، بلد نیست جنگ بکنه. حضرت می فرمودند که من بلد هستم چجوری شما رو رام بکنم، بلد هستم چگونه بر معاویه چیره بشم، اما چون که معصیت خدا درش هست من این کار را نمی کنم، چون که کارهای غیر اخلاقی هست. آدم باید خیانت بکنه، باید غدر بکنه، باید بازیهای کثیف سیاسی و امثالش را داشته باشه و من این کار را نمی کنم، چون که هدف اطاعت خداست، نه این که من به خاطر این هدف معصیت خدا رو بکنم. الان در این زمان خیلی از سیاست مدارها میان میگن ما احساس وظیفه کردیم. خب احساس وظیفه یعنی چی؟ یعنی ما احساس کردیم که باید اراده خدا رو تطبیق بکنیم. خب اراده خدا رو باید میخوای تطبیق بکنی، باید راهش هم مطابق با اراده خدا باشه، راهش هم باید راه صحیح و حلالی باشه. اما اگر راهش حرام باشه، تو چگونه میخوای طاعت خدا رو بکنی در حالی که مشغول معصیت خدا هستی؟ از قبلم پیامبر صلی الله علیه و آله هم همین کار را میکردن، یعنی در جنگ ها و در سیاست مداری خودشون، در حکومت خودشون در مدینه و اطراف مدینه، در ضمن چارچوب شرع عمل میکردن، نه بر خلاف چارچوب شرع. این آیه هم در همین زمینه هست. پس اینایی که میگن هدف وسیله را توجیه میکند، این کلام کلام باطل و غیر صحیحی هست. هیچ وقت هدف وسیله را توجیه نمی کند. بله اگر وسیله مشروع شد یا مشروع بود، اون وقت از راه مشروع به هدف مشروع برسیم، اما از راه غیر مشروع هیچگاه نمیشه به هدف مشروع رسید. اگر راه غیر مشروع بود، نتیجه‌ای که نتیجه اون راه هست، اون نتیجه هم غیر مشروع هست، چون که معقول نیست که معصیت خدا نتیجهش طاعت خدا باشد. اینا در تناقض هستند. یکی از نقیضه نمیتواند سبب برای نقیضه دیگر باشد. این از محالات هست. در این آیه خدای متعال میفرماید ولا تعتدوا. شما جنگ میکنید، خب مجبورید دفاع بکنید، یا برای نشر دین یا برای نجات مظلومین مجبورید جنگ بکنید. خب خدا به شما دستور داده جهاد بکنید، اما حق ندارید تعدی بکنید، حق ندارید کارهای خلاف شرع انجام بدید. چرا؟ ان الله لا يحب المعتدين. خدا جهاد را به شما دستور داده تا حکم او را اقامه بکنید، نه اینکه شما با زیر پا گذاشتن حکم خدا بخواهید حکم خدا رو تطبیق بکنید. خدا معتدین را دوست ندارد، یعنی هیچ وقت ثواب بهشون نمیدهد. سابقا ذکر شد که دوست داشتن خدا یا غضب خدا به معنای نتیجه هست، چون که خدا مثل ما کیفیات نفسانی ندارد، محل حوادث هم نیست که حالا بیاد نفسی داشته باشد که این نفس تغییر پیدا بکند، گاهی خشمگین باشد، گاهی راضی باشد، گاهی دوست داشته باشد، گاهی دوست نداشته باشد، بلکه مراد نتیجه محبت است، که نتیجه محبت ثواب است، نتیجه غضب که اون نتیجه غضب عقاب هست. خب چرا این آیه این را بیان کرده؟ اولا برای اینکه مسلمان ها رو تربیت بکنه و این حکم شرعی را براشون بیان بکنه، و ثانیاً ترمزی باشد برای جنگجوها، چون که معمولاً انسان در حال جنگ قوه غضبیه بر او چیره میشه. این قوه غضبیه قوی ترین قوه در نفس هست، چون که نفس انسان قوای مختلفی دارد، قوه شهویه هست، قوه غضبیه هست و قوای دیگری هست. قوی ترین اینها قوه غضبیه هست. انسان وقتی خشمگین میشه،
این خشم او خیلی وقتا پرده‌ای بر عقل او می‌گذارد. لذالک در روایات متعدد تأکید شده که وقتی خشمگین هستی تصمیم نگیر. بذار خشمت فروکش بکنه بعد تصمیم بگیر. چرا؟ چون که در حال خشم پرده‌ای بر عقلت هست. لذا خیلی وقتا هست که انسان در حال خشم یک تصمیمی میگیره، یک حرفی میزنه، یک کاری میکنه، بعد پشیمان میشه. خیلی وقتا هم پشیمانی سودی نداره. لذلك در بعضی از روایات هست که اگر خشمگین شدی حالت خودت را تغییر بده که یک کمی خشمت فروکش بکنه. اگر نشستی بایست، اگر استادی بشین، مثلا گفته شده مثلا وضو بگیر، یک کمی تأمل بکن، این خشمت فروکش بکنه تا اینکه تصمیم صحیح را بگیری. خب شما در جنگ هستید، اون از شما کشته، اصلا آمده به قصد کشتن شما، ممکنه شما ضربه ازش دیده باشید، خیلی قوه غضبیه شما بر جوش هست، در اینجا نباید دین را از دست بدی، باید در چارچوب اراده خدای تبارک و تعالی عمل بکنی، اعتدا نکنید، از حد فراتر نرید. حالا مصادیقی دارد این اعتدای جنگجوها و فراتر از حد رفتن. ممکن است بیان پیر مردها پیر زنها رو بکشن، ممکن است که زراعتها رو نیست و نابود بکنند، ممکن است که با مرده ها، کشته شده ها یا حتی زنده ها مصله بکنند، چشمش را در بیاره، کورش بکنه مثلا، یا بعضی اعضایش را قطع بکنند. همین کاری که در بسیاری از جنگ ها متعارف است، مشرکین هم همین کار را میکردند در جنگ احد با بدن مبارک حضرت حمزه و دیگر شهدا. این فقط مخصوص حضرت حمزه نبود، شکمشون رو پاره کردن، جگرشون رو خارج کردن، انگشت های دست و پاشون را، بینیشون را، گوششون را قطع کردن و اینا رو برداشتن مثلا هند جگرخوار و دیگر زنهایی که با مشرکین بودن، اینها رو به شکل گردنبند درست کردن، انگشت ها و مثلا بینی و گوش شهدا را و برگردن خودشون آویخته بودند. در این زمان هم در جنگ هایی که خیلی حالت وحشیانه در شدید هستم از این کارها میشه. شرع میگه که شما برای خدا دارید میجنگید، لذا در چارچوب اراده خدای تبارک و تعالی باید عمل بکنید. تمام این کارها را حق ندارید شما انجام بدید. بعضی هم گفتن که شما بدون اینکه اینها را دعوت به اسلام بکنید حق ندارید باشون جنگ بکنید. شما فرض کنید که یک حاکم ظالمی هست، این داره ملتش را ظلم میکنه، حالا میخواید برای نجات این مظلومین از دست او باش جنگ بکنید. باید ابتدا گوش زدش بکنید، تحذیرش بکنید، هشدار بهش بدید. اگر فایده نکرد اون وقت باش جنگ بکنید، یا اگر برای دعوت به اسلام باشد به این حاکم ستمگر او را دعوت به اسلام بکنید، یا اینکه لااقل ازش بطلبید که اجازه بدهد که مبلغین اسلام وارد اونجا بشن تبلیغ بکنن. اگر نپذیرفت اون وقت بیایید جنگ بکنید، بدون دعوت کردن به اسلام، بدون هشدار دادن از قبل. این هم بعضیا گفتن از مصادیق اعتدا هست. بعد از اون منتقل میشیم به آیه 191. خدای متعال میفرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل. هر جا اونها را یافتید بکشید. از مکه شما را اخراج کردند، شما هم اونها را از مکه اخراج بکنید، زیرا که کاری که اونها کردند بدتر است. این جزایی که کشتن هست، این عقوبتی است کمتر از جنایتی که اونها مرتکب شدند، جنایت اونها بالاتر هست. خب وقتلوهم حیث ثقفتموهم، یعنی هر جا اونها رو یافتید در جنگ، وقتی که جنگ است شما اجازه ندید این فرار بکند و بره ملحق بشه به یارانش، دوباره اینها خودشون را سر و سامان بدهند و برگردند با شما دوباره جنگ بکنند. چون که جنگ ها دو قسمت هست، دو حالت داره. گاهی دشمن شکست میخورد، اما شکستش موقت است. یه عده فرار میکنند،
دوباره میرن جمع میشن با نقشه جدید دوباره حمله میکنن بر شما. اینو ازش در فقه تعبیر میکنن من کان له ماده، یعنی وقتی شکست خورد، شکست خوردنش نهایی نیست، بلکه این بر میگرده به دوستانش ملحق میشه، دوباره جنگ را ادامه میدهند. یه قسمتی از جنگ هم هست نه، شکست نهاییه، دیگه تمام شد، دیگه اینا فرار میکنند، دیگه جایی ندارند که به اونجا التجاء پیدا بکنند و پناه ببرند و دوباره سر و سامان بدن خودشون رو. اگر از این قبیل دوم باشد، خب اینایی که دارن فرار میکنند در شرع دستور داده شده که به اینها کار نداشته باشید. ولذا در جنگ جمل حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که جنگ تمام شد اینا دیگه شکست کامل خورده بودن، چون که سرانشون طلحه زبیر کشته شده بودن، شطر عایشه پی شده بود، خود عایشه اسیر شده بود، که البته حضرت امیر بعدن او را با 40 تا زن با احترام به مدینه برگردوندند. دیگه اینها جایی نداشتند که جمع بشن دوباره و در اونجا سر و سامان بدن خودشون را و جنگ را از سر نو آغاز بکنند. لذا حضرت امیر دستور دادند که هیچ فراری را دنبالش نرید، هیچ زخمی را هم نکشید. گاهی اینجوری، گاهی هم نه، شکست نهایی نیست، شکست موقت است، دوباره سر و سامان میدن خودشون را. اینجا نباید اجازه داد افراد فرار بکنن و برند به مرکز دیگر خودشون را سر و سامان بدن. یا باید طرف را دستگیر کرد، اسیر بشه، یا باید او را در جنگ کشت. فشد دلوثاق فاما منن بعد و اما فداعن حتی تضع الحرب و اوزارها. اینا را اسیر بکنید، یا اینکه منت برشون بگذارید، آزادشون بکنید، یا فدیه بگیرید تا وقتی که جنگ تمام بشه. این آیه این را میگه، میگه هنگامی که اینها در جنگ با شما هستند، چون که فرار کردن دوباره میره ملحق میشه، دوباره میاد با شما جنگ میکنه، لذالک شما نذارید فرار بکنن. میتوانید اسیر بکنید، اسیر بکنید، میتونید بکشید اینها رو، بکشید، جنگ دیگه، اومده برای کشتن شما، شما هم باید او را بکشید، یا تونستید اسیر بکنید، خب اسیر بکنید. لذا در جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و آله عده‌ای در جنگ کشته شدن، بقیه که فرار کردن رفتن، یا عده‌ام اسیر شدن، 70 نفر اسیر شدن. اینها رو پیغمبر دستور دادن که با فدیه آزاد بکنن. چند نفرشون سواد داشتن، فدیهشون این بود که بچه‌های مسلمان‌ها رو خواندن نوشتن یاد بدن، یا عده‌ای هم که خودشون بی سواد بودن اما پول داشتن، اینها رو گفتن که فدیه بدن آزاد بشن، یا عده‌ای هم که نه سواد داشتن نه پول داشتن، پیغمبر آزاد کردن بدون فدیه گرفتن، یا عده‌ای هم که خیلی خطرناک بودن یا جهات دیگری بود، چند نفر معدودی بود که اینها هم دستور دادن که کشتند. آیه می‌فرماید وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر جا اونها رو یافتید اونها رو بکشید. بعد حکم دیگر و اخرجوهم من حيث اخرجوكم، اینها شما را از مکه بیرون کردند. خب پیغمبر اهل مکه بودن، مهاجرین تقریبا 200 نفر بودن، اینا اهل مکه بودن. مشرکین مکه انقدر بر اینها سخت گرفتند و قصد کشتن اینها رو کردند که اینا مجبور شدن هجرت بکنن. پس در واقع مشرکین بودن که اینها را رانده بودند، حالا نه تنها رانده بودند، اموالشون را هم مصادره کرده بودند. آیه می فرماید که اینها رو شما از مکه اخراج بکنید. من حیث اخرجوکم، حالا چرا اینا رو از مکه اخراج بکنید؟ یک جهت واقعی دارد و یک جهت ظاهری. اما جهت ظاهری که برای همگان قابل پذیرش هست، مقابله بن مثل، اینا شما رو از مکه خارج کردن، جزایشون این است که شما هم اونها رو از مکه اخراج بکنید. مقابله بن مثل، جنایتی کردن باید این جنایت جوابگوش باشند، جزای این جنایت را هم بچشند. این قانون مقابله بالمثل
یک قانون عقلایی است. البته در شرع یک چارچوب معینی دارد. نباید اعتدا باشه. خلاصه اینها از مکه شما رو بیرون کردن، شما از مکه بیرونشون بکنید. این سبب ظاهری برای همه هم قابل پذیرش هست. خب یک کاری کردید، نتیجه کارتون را بچشید. و اما سبب واقعی این است که خدا مکه را برای توحید قرار داده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. آیه دیگر انما المشرکون نجس. مشرکون، مشرکان اینا پلید هستند. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مکه خدا قرار داده کعبه را، مسجد الحرام را، برای توحید. جایی برای مشرکین در اینجا نیست. اگر هم اینها تعدی کردند، خانه خدا را بتخانه کردند، خودشون هم مشرک بودند. برخلاف اون وصیتی که ابراهیم و اسماعیل در ذریهشون داشتن، چون که اینا نوادگان ابراهیم و اسماعیل بودند، برخلاف وصیت حضرت ابراهیم و اسماعیل اینا بت پرست شدند. خب این جایی که خدا برای توحید قرار داده، خدا اجازه نمیدهد که جای شرک باشد، اجازه تشریعی یعنی نمیدهد. ولذالک اینها باید از مکه خارج بشن. میخواد مشرک بمونه، کسی مجبورش نمی کند که مسلمان بشود. لا اکراه فی الدین. اما اینجا دیگه نمیتونه بمونه، برو شهرهای دیگر. در خصوص مکه این مسئله هست که مشرکین حق ندارند در مکه بیایند. فقط جای توحید هست مکه، جای شرک نیست. این سبب واقعی هست. اما حالا که در جنگ بوده، شما رو بیرون کردن از مکه، شما هم حق دارید اینها رو از مکه بیرون بکنید. این مقابله بالمثل یک حالت اقناعی هست. سابقا هم اشاره شد احکام شرع اینا مبتنی بر یک سری حقایق هست که ازش تعبیر میکنن به مصالح و مفاسد واقعی. یک چیزی که مصلحت ملزمه دارد، مزاحمی هم نداشته باشد، این مصلحت ملزمه میشه واجب. اگر مصلحتش غیر ملزمه بود یا مزاحم داشت، مستحب. اگر مفسده عظیمه ای داشت، میشه حرام. اگر مفسدش کم بود، مکروه. احکام شرع مربوط به یک سری حقایق هست. حالا گاهی مصلحت یا مفسده در متعلق حکم هست، گاهی مصلحت در خود حکم است، مثل امر حضرت ابراهیم به کشتن اسماعیل. خب کشتن اسماعیل مصلحت نداشت، اما خود همین حکم، همین تشریع که به حضرت ابراهیم دستور داده بشود و حضرت ابراهیم هم مشغول اجرای حکم خدا باشد، این خودش مصلحت داشت. اوامر امتحانی از این قبیل هست. به نتیجه اوامر خدا مبتنی بر مصالح و مفاسد هست. اوامر مربوط به مصالح هست و نواهی مربوط به مفاسد. خب گاهی صاف اون مصلحت یا مفسد بیان می شود که همچی مصلحتی هست، همچی مفسده ای هست، به خاطر این مصلحت یا به خاطر این مفسده این حکم واجب شده یا حرام. گاهی مردم درک نمی کنن مصلحت را یا مفسده را، چون که علم مردم محدود هست. تا الان که این همه دانش پیشرفت کرده در علوم تجربی و علوم انسانی و دانش‌های دیگر، خود دانشمندان میگن الان مجهولات ما بسیار بیشتر از معلومات ماست و اگر معلومات بشر الان جمع بشود مقابل مجهولاتش کمتر از یک قطره مقابل اقیانوس هست. لذا الان هی میشنویم علم پیشرفت میکنه. یعنی چه علم پیشرفت میکنه؟ یعنی یه چیزای مجهول بوده به وسیله کشفیات و به وسیله دانشمندان، این مجهول تبدیل به معلوم شد و روز به روز معلومات زیادتر میشه. یعنی چی؟ یعنی مجهولات زیاد بوده، روز به روز بعضی از مجهولات کشف داره میشه. ولذالک دانش نهایت ندارد.
همینجور علم پیشرفت میکنه. ممکن نیست یه روزی برسیم که بگیم دیگه هیچ مجهولی نداریم، دیگه تمام، هیچ چیزی دیگه کشف نخواهد شد، چون که حقایق همش کشف شده. این امکان ندارد که بشری روزی به این مرحله برسد، چون که حقایق انقدر زیاد هست که شبه به بی‌نهایت هست. خب خیلی از احکام شرعی علتش، علت واقعیش برای ما معلوم نیست چیه. خدا چون که آگاه و دانا هست به همه چیز، خب بر طبق اون مصالح و مفاسد حکمش را صادر کرده، با کسی هم تعارف نداره. خدا حقیقت را بیان بکنه، مردم بخوان بپذیرن یا نپذیرن، برای خدا این اهمیت نداره. باید حجت کامل بشه برای مردم. خب پس خدا حکمش را بر طبق اون مصلحت یا محرمات را بر طبق مفسده قرار داده. حالا اون مصلحت یا مفسده چیه؟ گاهی بشر قابلیت درک اون مصلحت را نداره، قابل درک اون مفسده را نداره، چون که باید انقدر دانش پیشرفت بکند تا اینکه بفهمد این مصلحت است، تا بفهمه این مفسده است. شما نگاه بکنید یه بچه کوچیک، پدر یا مادر از یک چیزای منعش میکنن. مثلا بچه مریضه، از اون غذای خوشمزه نباید بخوره. خب بچه درک نمیکنه، گریه میکنه، میخواد از اون غذای خوشمزه بخوره. پدر مادر منعش میکنن، به زورم منعش میکنن. این منع کردنش از روی محبت پدر مادره، گرچه بچه گریه میکنه، ناراحت هم میشه، ممکنه با پدر مادرش هم قهر بکنه، اما پدر مادر از روی محبت به این بچه اون چیزی که میخواد بهش نمیدن. خب میگیم خب به بچه توضیح بده، بگو به این بچه که مفسده داره. خب پدر چی میگه؟ میگه این بچه قابلیت فهمیدن این که این مصلحت داره مفسده داره رو نداره. بچه میبینه این خوشمزه است، دلش میخواد این را بخوره. حالا شما هرچی هم بهش توضیح بدی قابلیت درک را نداره. حالا اگر یه پدری بیاد به بچه یک دو ساله بخواد توضیح بده، و میگن کارت عبثه، لغوه، درست نیست این کارت، چون که این قابلیت فهمیدنش را نداره. بر چی داری براش میگی؟ خب نسبت به احکام شرع هم همین جوره. خیلی از مسائل را بشریت درک نمی کند. باید یک مرحله زیادی را بشریت طی بکنه، خیلی دانش ها برای او کشف بشه، خیلی مسائل برای او کشف بشه، تجربه های مختلف برای او حاصل بشه، مرور بکنه به مرحله های مختلف، تا اینکه بفهمد که مثلا فلان حکم مصلحت دارد، فلان حکم مفسده دارد. خدا بیان کرده این حکم را، اما مصلحتش چیه، مفسدش چیه، خیلی وقتا بیان نشده. انسانی که مؤمن هست و خدا را قبول داره، حکمت خدا را قبول داره، و یسلم و تسلیم، تسلیمه، میگه خدا گفته، من حکمت خدا را قبول دارم، علم خدا را قبول دارم، خدا هم حکیم هست، هم علیم هست، هم رحیم هست، هر چی گفته درسته. حالا یه بار کسی خدا را قبول نداره، خب باید بحث عقایدی باش بکنیم. یه وقتی من و بعضی ها داشتم صحبت میکردم نسبت به بعضی از احکام شرع، خصوصا حجاب، میگفتن بعضی ها ما این حکم رو نمیتونیم بپذیریم، قبول نداریم، قانع نیستیم بهش. گفتیم خب یکی از دو مرحله است، ما یک سری مقربات رو برای شما ذکر میکنیم تا مطلب در ذهن شما مورد قبول بشه. حالا شما ممکن است که قانع نشید. خیلی وقتا انسان مطلب صحیح میگه، طرف مقابل قانع نمیشه. آیا خدا و پیغمبر رو قبول دارید یا نه؟ اگر خدا و پیغمبر رو قبول دارید، خب این حکم حکم خداست، در قرآن هست، در روایات هست. اگر خدا رو قبول دارید، حکم خدا رو باید قبول داشته باشید. اگر حکم خدا رو قبول ندارید، دیگه در اینجا من نمیام راجع به تک تک احکام با شما بحث بکنم. اینجا من یک بحث عقایدی باید با شما بکنم. باید اصل وجود خدا رو، حکمت خدا رو، علم خدا رو، رحمت خدا رو، مسئله معاد رو، مسئله بهشت رو، مسئله جهنم رو، این مسائل رو با شما بحث بکنم. در اینجا باید بحث بره. پس بنابراین حکم خدا بر طبق مصلحت هست، حرام بر طبق مفسده هست، لذلك حرام شده. گاهی درک میکند انسان مصلحت و مفسده رو، بیان شده. گاهی قابل درک نیست برای انسان.
لذا بیان نشده، چون که بیانش لغو بوده. ممکن است یک اشاراتی باشد در او. پیشرفت بشریت در علم ممکن است خیلی از جوانب را برای انسان واضح بکنه، اما خیلی جوانب برای انسان روشن نیست، واضح نیست. یک وقتی در همین جلسات گذشته این را توضیح دادیم، یک بیماری که میره پیش پزشک حاذق، ممکن است پزشک بهش بگه که مثلا فلان خوردنی را نباید بخوری. خب از پزشک سوال میکنه چرا؟ گاهی برای بیمار قابل فهم هست، پزشک میگه مثلا این نوع غذا مثلا این بیماری را مثلا تهییج میکند، یا این مثلا عفونتی که شده را تشدید میکند. گاهی اصطلاحات پزشکی هست، یه مطالبی هست که برای کسی که سالها پزشکی را درس نخونده قابل درک نباشد، پزشک یک اصطلاحاتی براش میگه. خب این نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ چون که این احتیاج به مقدمات داره، اصطلاحات پزشکی هست. خب اگر پزشک را قبول داره باید ملتزم بشه، بگه چون که من این را قبول دارم پزشک. گاهی وقتا هم که ملتزم نمیشن، پزشک را قبول ندارن، اما اگر چند تا پزشک همون مطلب را گفتن، یا اگر یه تیم پزشکی تشکیل شد مثلا پزشکان حاذق این مطلب را گفتن، با اینکه احتمال اشتباه درشون هست، خب بشر هستن ممکن اشتباه بکنن، اما عقلا چه میگن؟ میگن باید حرفشون را گوش بکنی ولو علتش را ندانی. خب نسبت به خدای تبارک و تعالی که احتمال اشتباه که نیست، خدا آگاه به همه چیز هست، خودش خالق انسان است، لذا تمام خصوصیات انسان را میداند. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، نداند در حالی که خودش آفریده، خودش آگاه به همه چیزهای ریز و کلان هست. پس انسان باید تسلیم درگاه خدا باشه. چرا ائمه، پیغمبران، بزرگان دین اینها این درجه بالا را دارند؟ چون که تسلیم خدای تبارک و تعالی هستند در چیزهایی که می دانند، و اگر یک چیزهایی را خدا براشون بیان نکرده باز هم تسلیم خدای تبارک و تعالی درش هستند. پس در این آیه که می فرماید و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، این از جایی که شما را خارج کردند که مکه هست، شما اونها رو خارج بکنید، یک دلیل اقناعی هست و یک دلیل واقعی. بعد خدا می‌فرماید که شما جائز است اونها رو بکشید، جائز است از مکه خارج بکنید. این یک حکم عقوبت برای اونهاست، تازه به اندازه جنایتشون نیست. والفتنتو اکبر اشد من القتل، این کاری که اینا کردن، جنایتی که مرتکب شدن، این بدتر از کشتنیست که شما اونها رو میکشید. این گاهی وقتا ما خودمون میشنویم یک کسی یک جنایت بزرگی کرده که ما میگیم این کشته شدن براش کمه، اعدام براش کمه. چرا ما این را میگیم؟ چون که جنایتی که کرده یک اعدام نمیتونه عقوبت اون جنایتش باشه. یک کسی فرض کنیم مثل صدام، صدها هزار نفر را، بلکه میلیون ها نفر را به خاک و خون کشیده، جنگ های زیاد، افراد میلیون ها نفر را آواره کرده، چقدر ظلم و جنایت کرده، حالا اینو بگیرن اعدامش بکنن، آیا اعدام جزا و عقوبت تمام اون جنایاتش هست؟ نه. چرا کفار در آخرت عقوبت میشن؟ به خاطر اینکه دنیا کوچکتر از آن است که عقوبت جنایات آنها در این دنیا داده بشود. بله اگر یک کسی عقوبتی بشود که این عقوبت به اندازه جنایتش باشد، اینی که در آخرت دیگه برای اون جنایت عقوبت نمی شود. لذا اگر یک مؤمنی، یعنی کسی که صحیح العقیده باشد، حالا یک جنایتی مرتکب شد و حد زده شد به او در این دنیا، دیگه در آخرت عقوبت ندارد، چون که در روایت هست ان الله اکرم من ان یثنی علیه عقابا فی الاخره. یعنی اگر کسی که مسلمان بود، مؤمن بود، فرض کنید که یک کسی مؤمن بود، مسلمان بود، یک نفر آدم را کشت، توبه هم کرده، این باید قصاص بشه. قصاصش کردن،
یعنی اعدامش کردن، مقابل کشتنی که کشته بود. آیا در روز قیامت برای این جنایت قتل عقوبت می شود؟ برای جنایت قتل نه. چرا؟ چون که خدا کریم تر از این است که دو تا عقوبت برای او قرار بده. این نسبت به کسی که مؤمن است. چرا؟ چون که این جزایی که در دنیا برای او قرار داده شد مساوی با جنایتش بوده. اما اگر این جزا مساوی با جنایت نبوده، روز قیامت عقوبت او مستمر خواهد بود. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، جزای کامل، چون که در دنیا غالبا جزا کامل نیست. در این آیه خدا می‌فرماید شما درسته اینی که با شما داره جنگ میکنه، شما را از مکه بیرون کرده، جایزه باش جنگ بکنید، خب در جنگ هم کشت و کشتار میشه، ممکنه او رو بکشید، اما کاری که او کرده این قتل به اندازه جزای او نیست. والفتنه تو اشد من القتل، این فتنه ای که اینا مرتکب شدند، اینها مسلمان ها را اذیت کردند، در دینشون شبهه القا کردند، از مکه اینا رو اخراج کردن، از مسجد الحرام اینا رو منع کردن، جنگ بدر و احد و احزاب و جنگ های دیگر بر علیه مسلمان ها را انداختن، چقدر تبلیغات منفی بر علیه اسلام مرتکب شدن، چه کارهایی، چه جنایاتی مرتکب شدن، حالا با یک کشتن عقوبت اون باشه؟ خیر، اینجوری نیست. لذلك کشتن اونها جزای کامل اونها نیست. فقط دنیا بیش از این دیگه تحمل نداره. یعنی یک کسی حالا مثل صدام که میلیون ها نفر را کشته، میخواید عقوبتش کنید، خود چه کارش میکنید؟ غیر از این که او را بکشید دیگه چیز دیگه ای هست؟ حالا مثلا در غرب میگیرن حبس ابدش میکنن، حالا حبس ابد مقابل اون جنایاتی که مرتکب شده هست؟ نه، مقابل اون نیست. و چون که خدا عادل هست و حق مظلومین را بهشون میرساند، ولذالک روز قیامت هم جزا مستمر است. مگر این مورد استثناء که اگر کسی در این دنیا عقوبتی که بر او جاری شد به اندازه جنایتش باشه، دیگه در آخرت دیگه این عقوبت دیگری ندارد، چون که عقوبتش را شده. اما اگر در دنیا عقوبتش را نشده یا عقوبتش ناقص بوده، ناقصم بوده به خاطر اینکه دنیا گنجایش بیش از این را ندارد، بقیه عقوبتش یا به حسب تعبیر آیه الجزاء الاوفا، جزای کامل در آخرت هست. حالا نسبت به والفتنه تو اشد من القتل بحثی هست که انشاءالله در جلسه آینده بیانش خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.